یکی از دلایلی که ما میگیم سعی کنیم باغ گردو یا باغ یک دستی داشته باشیم که یک رقم باشه، اینه که ما بتونیم توی تغذیه و کنترل آبیاری و میزان آبیاری و زمان برداشت کنترل بیشتری داشته باشیم و بهتر زمان متوجه بشیم. اگه کسی که باغ داره و باغش محلیه و ارقام خوبی هم هست، الان زمان مناسبیه که کنترل کنه کدوم درخت کی میرسه. ممکنه با هم 10 روز اختلاف داشته باشن، برای همین باید توی آبیاری دقت بکنیم که اونی که زودتر میرسه رو بچینیم و نذاریم بمونه که با اون یه آب بیشتر بخوره. آب جذب این پوست داخلی میشه و اونجا میمونه و موقعی که گردو رو میتک کنیم و میخواییم خوش بکنیم، آب تبخیر میشه اون داخل و چون نمیتونه خارج بشه مغز گردو رو سیاه میکنه. رطوبت بیش از حد و تغذیه نامناسب، مخصوصا پتاسیم، ارقام، رقمی که از اول ذاتش رقم خوبی نیست، یا اینکه بعضی وقتا همین مگسی که داخل پوست سبز تخم گذاری میکنه و این لار جهت ادامه رشد داخل مغز میره و مغزو سیاه میکنه. برای همین یکی دیگه هم میتونیم ما بیماری های شانک رو به لایت و اشاره بکنیم که باعث سیاهی مغز میشن. برای همین ما سعی کنیم آبیاری رو بر طبق زمانی که میرسه کنترل بکنیم که آب بیش از حد به گردویی که رسیده و زمان چیدنش هست آب زیادی نرسه. کلن کنترل رطوبت، آبیاری، کنترل بیماری ها، ابزار باغبانیمون رو سعی بکنیم که ضد عفونی کنیم، اینا باعث انتقال بیماری ها میشن و در آینده ممکنه علاوه بر درخت محصولمون هم خراب بکنن. ابزار باغبانی، بیل، قیچی، اره، چاقو، اینا رو ما باید ضد عفونی بکنیم، از درختی به درخت دیگه. سلامت باغمون رو در نظر داشته باشیم، از کودهای استفاده بکنیم که پتاس بالا دارن، چون گردو نیاز داره به گوگرد، و سعی کنیم محصولات گردومون رو به موقع برداریم.